جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده در زمان خروج آمریکا از برجام در کتاب خاطراتش اتاق واقعه نوشته: من نهایت تلاشم را انجام دادم تا متحدانمان بریتانیا، آلمان و فرانسه را برای آنچه رخ داد آماده کنم، زیرا آنها اصلاً برای یک خروج احتمالی آماده نبودند. هنوز برای به زانو درآوردن ایران یا سرنگونی رژیم کارهای زیادی مانده، هرچند سیاست بیان شده ترامپ خلاف این بود، اما ما شروع خوبی داشتیم. بولتون در ادامه می‌نویسه: طرح اولیه این بود که تمام تحریم‌های تعلیق شده در نتیجه توافق هسته‌ای اوباما دوباره اعمال شود و سپس با تغییراتی راه‌های گریز از تحریم مسدود شده، اجرای تحریم‌ها شدت یابد و این کارزار به فشار حداکثری بر ایران تبدیل شود. آقای بولتون، اونطور که بعضی کارشناسان عنوان کردن، میشه تخفیف تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو به عنوان کمک به مردم ایران به افکار عمومی آمریکا ارائه کرد؟ Well, I don't think the sanctions are being enforced effectively now, and I think that's a problem because من فکر نمی‌کنم تحریم‌ها به طور موثری داره اعمال میشه. به نظر من این یه مشکله، چون رژیم ایران از سال 1394 تا حالا تونسته تحریم‌ها رو دور بزنه. توافق هسته‌ای با خروج ایالات متحده تموم شد و اونا تونستن از فشارها جون به در ببرن و حالا هم با چشم‌پوشی‌های بیشتر دولت بایدن رژیم راه نجاتی پیدا کرده که حقش نیست. بنابراین وقتی از رفع تحریم‌های مضاعف یا عدم انسداد دارایی‌ها در صورت رسیدن به نوعی توافق صحبت می‌کنن، مردم باید بفهمن که پولی که در موردش صحبت میشه میره توی جیب رژیم، به مردم ایران چیزی نمیرسه. پس من فکر میکنم گفتن این که لغو تحریم ها به نفع مردم یا اقتصاد حرف درستی نیست. در نظر داشته باشید که اقتصاد ایران الان در وضع بسیار بدیه. تحریم ها تنها یکی از دلایل این وضعیته. دلیل اصلی واقعا سوء مدیریت اقتصادی توسط آیت الله هاست. شما فکر نمی‌کنید تحریم‌ها به قابلیت توده مردم ایران برای سازماندهی و زندگی طبقه متوسط آسیب زده؟ من فکر می‌کنم دلیل اصلی وضعیت خراب اقتصادی تأثیر سال‌ها سوء مدیریت اقتصاد به ویژه در بخش نفته، یعنی جایی که سرمایه‌گذاری کافی وجود نداره، و این در حالیه که آیت الله‌ها بخش اعظم همون درآمد رو هم به جیب خودشون و دوستانشون ریختن. به همین دلیله که در سراسر ایران در 5 سال گذشته اعتراضات اقتصادی قابل توجهی صورت گرفته، چون زندگی مردم خیلی سخت شده و این در درجه اول به دلیل سوء مدیریت اقتصاد کلانه. اخیراً وزارت خزانه داری ایالات متحده شهرام پورصفی، یک عضو سپاه، رو به دلیل نقشش در برنامه‌ریزی‌های گسترده برای کشتن شما و دیگران از جمله یک مقام رسمی دیگر آمریکا تحریم کرد. آیا احساس امنیت می‌کنید و فکر می‌کنید این تحریم‌ها چه تأثیری خواهد داشت؟ Well, I'm under the protection of the Secret Service as I was when I worked in the White House. الان من مثل زمانی که در کاخ سفید کار می‌کردم تحت حمایت سرویس مخفی ایالات متحده هستم. بهتر از این ممکن نیست. بنابراین کاملا احساس امنیت می‌کنم. به نظر من آمریکایی‌ها باید درک بهتری از این موضوع پیدا کنن که آیت الله‌ها دارن شهروندان آمریکایی رو، از جمله افرادی که قبلا در دولت بودن و صرفاً به نمایندگی از ایالات متحده وظایف خودشون رو انجام میدادن، هدف می‌گیرن. علاوه بر اون، رژیم داره ایرانی‌های خارج از کشور رو در آمریکا و اروپا هدف قرار میده و این اون روی سکه سرکوبیه که امروز در داخل ایران دارن انجام میدن. شهرام پورصفی و اتهامات جنایی علیهش به این معناست که احتمالاً هرگز ایران رو ترک نخواهد کرد. اما به نظر من گفتن اینکه آیا تحریم‌های اقتصادی بر هر کدوم از افراد مزدور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأثیری خواهد داشت یا نه بسیار سخته. هیچ مدرکی داله بر کاهش فعالیت‌های سپاه پاسداران در سطح بین‌المللی وجود نداره. بنابراین مشخص نیست که تحریم‌ها حالا هر سرانجامی که پیدا کنن لزوماً بر فعالیت‌های اونها تأثیر خواهد داشت. گزارش‌ها از دو برابر شدن صادرات نفت خام ایران از اواخر سال میلادی گذشته و رسیدن به 1.6 میلیون بشکه در روز حکایت داره. به نظر شما جمهوری اسلامی داره از انزوا خارج میشه؟ Well, I think a lot of that has
come from sales to China. به نظر من بخش عمدش از راه فروش به چین حاصل شده. بدیهیه که این یکی از دلایلیه که چین تونسته حضور خودش رو در کل خاورمیانه افزایش بده. به نظر من هر درآمدی که به حکومت ایران برسه برای رژیم حاکم به منزله یه راه نجاته. فکر میکنم برای مردم ایران وحشتناکه، چون ادامه سرکوب ها رو ممکن میکنه که تا حدودی بعد از قتل مهسا امینی فروکش کرده بود، ولی حالا به همون شدتی که قبلا بود در حال بازگشته. شما اخیرا در یک گزارش به سنای ایالات متحده درباره جنبش زن زندگی آزادی گفتید که جنبش در حال پیروزی است. به نظر شما نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در وضعیتی که امروز جنبش درش هست چه نقشی دارن؟ اپوزیسیون گسترده است و بر هر بخشی از کشور و هر طبقه اقتصادی اثر گذاشته و به نظر من ائتلاف زنان حول مخالفت با حکومت آیت الله ها از نظر سیاسی خیلی مهمه. جنبش زن زندگی آزادی چالش ایدئولوژیک مستقیمی برای آیت الله هاست که مدعیان از طرف خدا صحبت میکنن و زنها باید پوشش خاصی رو به تن کنن. بنابراین وقتی زنها میگن ما نمیخوایم به این قانون پوشش مقید باشیم، دارن رژیم رو به چالش میگیرن، نه فقط در مورد لباسی که میپوشن، بلکه دارن اساس واقعی حکومت آیت الله ها رو به چالش میگیرن. یه واقعیت اجتناب ناپذیر اینه که همه سرلشکرها و فرماندهان نظامی و همه سردارهای سپاه پاسداران هر کدومشون یه مادر دارن. بیشترشون خواهر دارن، همسر دارن، دختر دارن و هر شب دارن حکایتش رو از زبون اونها میشنون. این عواقبیه که من فکر میکنم به خوبی درک نشده، اما تأثیر سیاسیش بر رژیم آیت الله ها بسیار چشمگیره. به همین دلیل معتقدم که نظام جمهوری اسلامی الان ضعیفتر از هر زمان دیگه‌ای از سال 1357 تا به حاله.